أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام عليكم محمد افضل الانبياء والمرسلين وما بعد. افغانای عزیز و گرامی، در سراسر جهان سلام های گرم و صمیمانه خود حضور شما تقدیم میدانم. امیدوارم که لباس تندرستی و خوشی به تن داشته باشید. ماه رمضان خداوند دعا، نمازها و عبادتهایتان به دربار خود قبول کنه. خب امروز اول می 2020 تلویزیون پیام افغان، پروگرام عرفان و بزرگان و باز پخش از این برنامه فردا ساعت 3:30 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه. امروز برنامه اسپیشال داریم راجع به یک قهرمان ملی افغانستان، آقای تاج محمد ولی، که چند کلیپ های داریم از ایشان به حضور شما به نمایش میگذاریم و بعدا امرای خودشان مصاحبه داریم که ایشان در خط تلفن تشریف دارن. برنامه خود شروع میکنیم با شعر، یکی از شعر بسیار زیبایی که ضیاءالله جان زمریالی را به ما فرستاده، دیگه شخصیت بسیار والا عزیز بسیار گرامی ما ضیاءالله جان. شاعر چی میگه؟ میگه باران که شدی بپرس این خانه کیست؟ سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران که تو از پیش خدا می آیی، توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست. بر درگه او چون که بیفتند به خاک، بر درگه او چون که بیفتند به خاک، شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست. با سوره دل اگر خدا را خواندی، عمد و فلق و نعره مستانه یکیست. از قدرت عقل هرچه گرفتند به کار، از قدرت عقل هرچه گرفتند به کار، در خلقت عقل رستم و موریانه یکیست. گر درک کنی خودت خدا را بینی، گر درک کنی خودت خدا را بینی، درکش کنی کعبه و بتخانه یکیست. امیدوارم که بیننده‌های عزیز و گرامی این شعر زیبا مورد پسند شما قرار گرفته باشه و سلام‌های بسیار گرم و صمیمانه خود حضور نقیب جان. نقیب جان یار دوران مکتب استقلال که در صنف اول سنشی بودیم با حضورشان میرسانم. امیدوار هستم که در استرالیا این برنامه ما را نگاه کنه و لذت ببره. خب به هر صورت میریم. حالا پیش از اینکه ما به قهرمان ملی خود که باعث افتخار ماست تاج محمد جان ولی شروع کنیم، یک کلیپ، یک مصاحبه است که تیم قهرمان ملی ما در عراق در بیمارستان یا شفاخانه بوده و شمال خودتان میبینین که چی خبر است و بعدش با خودشان صحبت میکنیم. فرزاد جان گل، بگذارم این کلپه که با هم ما نگاه کنیم. به من خبر دادند در این شفاخانه یکی از قهرمانان سالهای دور ورزش افغانستان بستر است. پس از پرسجوی از مسئولان شفاخانه خصوصی در هرات که تنها شفاخانه است که در سطح کشور پیوند کلیه را انجام میدهد، اتاقی که در آن تاج محمد ولی بستر است را پیدا کردم. تاج محمد ولی، ملی پوش پر افتخار پهلوانی افغانستان در سالهای دور، متولد دی افغانان کابل که در 16 سالگی به تشویق سردار محمد داود خان وارد گود ورزش شده است. اونم تشویق داود خان که بود، بعد از او دیگه برای 20 سال مده تیم ملی افغانستان بودم، دیگه از کل کشورها مدال آوردیم. دیگه سفرهای ما همیشه هر ما یک سفر خارجی داشتیم، همیشه اینمی سفرهای خارجی که ما داشتیم موفقیت ما در اینمی بود. تاج محمد کارنامه درخشانی در تاریخ ورزش افغانستان دارد، نه تنها در رقابت‌های داخلی بلکه او زمانی برای خودش قهرمان بین المللی بوده با عناوین مختلفی که از رویدادهای جهانی
کسب کرده است. مدت 20 سال بود در افغانستان، در تیم ملی افغانستان بودم. مدالایی که ما گرفتیم 13 مدال طلا، 12 نقره. مدالای المپیک دارم. مسابقات جهانی رفتیم 6 دفعه. مسابقات المپیک 3 دفعه. مسابقات المپیک آسیایی هم 3 دفعه رفتیم و نتیجه خوبتر از اینجا گرفتیم. جبر روزگار و وضعیت ناامن در کشور این میلی پوش پر افتخار کشور را مجبور ساخت کشورش را ترک و راهی غربت شود. از سوی هم مشکلات زندگی دیگر برای تاج محمد مجال نداد تا با ورزش ادامه دهد و او را مجبور به خداحافظی از دنیای ورزش هم کرد. حالا وی با همسر، 4 پسر و 1 دخترش در کالیفرنیای آمریکا زندگی می کند. ورزش در افغانستان ترک استاپ کردم، رفتم آمریکا. در اوج نتونستم دیگه ورزش پیش ببرم، در کار مشغول روزگار زندگی دیگه اوج شدیم، ورزش که از پیشم رفت دینی مریضی گرده. اما تاج محمد چرا اینجاست؟ از او پرسیدم چرا برای پیوند کلیهش یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در عرصه طبابت را رها کرده و به هرات آمده است. در امریکا دلس گرفتن، گفت از 1 سال الا 20 سال تو دلس تستی که به حساب که برد گرده پیدا شود. من که دکترها گفت دادم، گفت گردان پیدا میشه، اینجا گرده سالم پیدا نمیشه. در وطن یک نفر فوت میکنه به حساب نوبت هست. باز من افغانستان اینجا که اول گرفتم، دکتر صاحب فرید دجاز، دکتر بسیار لایق، بسیار خوب، ما که اوجه در کمپیوتر چک کردیم تا بال 540 گلده را عملیات موفق بود. بعد از او ما در اوجه ما امریکا مرا نمیماند، میگفت تو در افغانستان بیدی و گرده پردی هیچ امکان ندارد. اینه میجا آمدیم، فضل خدا حال سطحم خوب شده، دوباره پس میرم امریکا. تاج محمد از تفاوت نسل ها و تفاوت دوران کنونی با زمانی که او ورزش می کرده هم صحبت کرد. وقتی پای صحبت های قهرمانان ورزش در نسل های گذشته می نشینیم، متوجه تغییرات و تفاوت زیادی از نسل ها می شویم. در وقت زمان داوودخان همی مدال هایی که زیاد می آورد پالوانی بود. همیشه هم در سفر هم ما بودیم. دیگه تیم فوتبال هم خوب بود. از در مسابقات داوودخان از ایران می آمد، از پاکستان، از هندوستان، از شوروی، از بلغاریا، اینمی دو تیم بود. حالا پزشک معالج این قهرمان ورزش افغانستان وضعیت او را خوب توصیف می کند و ظاهراً روند بهبودیش پس از پیوند کلیهش رو به پیشروی است. مریض قبلاً مصابت هم کفایه کلیه بود، کلیه از کار افتاده بود، به نام اندستش رنال دیزیز میگیم و ایجاب میکرد که مریض هیمودیالایزز بشه. بعضی که به شفاخانه مراجعه کرد، یک هفته دو هفته قبل اتمامات قبل از عملیات بریازو گرفتیم، دوناره که از خیشم اندازه بود برای ما معرفی کرده بود، از ماش ازور کراسمش و اچلی را انجام دادیم. وقتی که معاینات اینا تکمیل شد، مریض کندید پیوند کلیه شد که توسط تیم پیوند کلیه شفاخانه لقمان حکیم پیش از کیدنی ترانسپلنتشن یا پیوند کلیه 3-4 روز قبل انجام دادیم. فعلا وضعیت عمومی خوبه، کلیه کار افتاده، کریاتینینی و پایین آمده، وضعیت عمومی بهتر شده. انشالله یک هفته در روز دیگه از شفاخانه رخصت میشه و به خانواده خوب برمیگرده. چرخه زندگی برای تاج محمد طوری گذشته که او حالا پس از سالها زندگی در غربت سلامتیش را در کشورش به دست میاره. اتفاقی که خیلی هم عجیب نیست، زیرا در هر حالت وطن امن‌ترین مکان زندگی برای هر انسانی است. فرشته سوار، تلویزیون فریاد، هرات.
چباش. خب بیندای عزیز و گرامی، شما دیدین کلپ قهرمان ملی افغانستان آقای تاج محمد ولی، و ایشان در خط داریم که میخواییم امرو ایشان در ای باره هایی که چقدر مسابقات قهرمان ملی کرده و چی کارهای با ایشان صحبت میکنیم، از زبان خودشان بشنوین. سلام علیکم آقای قهرمان ملی افغانستان تاج محمد خان ولی، روی خط هستین، بفرمایین بیننده های عزیز در سراسر جهان صدای شما را میشنوند. استاد سلام بر شما، سلام بر بینندگان تلویزیون شما، از شما تشکر که همین پروگرام را ما گرفتین. علیکم السلام. از آقای خطاب تشکر میکنم. بله بفرمایید، گپ بزنید. من در خدمت شما هستم. بله. یک ذره پهلوان یک ذره بلند صحبت کنین. خب سوال ما، خب چند سوالی که ما دارم حضور شما میگم سوال خود، بعضیش اگر بینندای عزیز چی دارن، سوال دارن که قهرمان برای شما جواب بگه، لطف کنین زنگ بزنین. اولی که چی باعث شد و چه وقت بود که شما به پهلوانی شروع کردین، سن چند سالگی بود و اولین مسابقه تان در کجا بود؟ لطف کنین بگوین که بیننده بشنون. در سن 15 یا 16 ساله بودم که بله به پهلوانی روی آوردم. مدت 3 ماه پیش استاد خلیفه نظام ما تمرینات خود را کلپش کردم. بله. بعد از او آیت های المپیک آمد، 3 ماه بعد مرا گفت تو باید در تیم ملی المپیک بیایی. بله. مرا تمرینات با در المپیک که تیم ملی باید تو شروع کنیم. اونجا شروع کردیم، زمان داود شهید داود خان بود. بله. بعد در اینجا ما تمرینات خود تیم ملی شروع کردیم، باز 26 سرطان شد. بله. 26 سرطان شد، جشن چی زمان داود خان بود، اولین سالش بود. در اینجا من تانستم که عراق، پاکستان، یک ده اش کشور فکر میکنم یا ده کشور آمده بود. من تانستم مدال نقره را بگیرم. بسیار عالی. با خدا وقت بعدا سر طلا و نقره بازی کردیم. متاسفانه دیگر از ما 3 ماه از شروع ورزشم بود مدال نقره بین المللی در افغانستان نگرفتم. باز از او اولین سفرم در زمان داود خان در شهر آذربایجان شوروی بود که اولین سفرم دوجه بود، مسابقه ما با طایر ابراهیموف بود. بسیار خوب. بله. مسابقات دوستانه بود. دیگر بعد از او دیگر در سفرهای ما دیگر شروع شد تا سال 90 هست. بله. من در افغانستان بودم، در تمام کشورها که می رفتم مدال می آوردم. بله. آه. خب شما چیز است قهرمان تیم ملی، چند مدال شما از خارج طلا گرفتین، چند نقره گرفتین و چند مدال در افغانستان یا در کابل گرفتین؟ در کابل 3 مدال طلا را گرفتیم. بله. از خود کابل، از مسابقات بین المللی کابل. بله. تیم ایران می آمد، تیم شوروی و تیم پاکستان و هندستان و بله ژاپن و کوریا، تمام کشورها، همون تاپ کشورها در افغانستان می آمد. بله. در اینجا 3 طلا من گرفتم در جام آمجان. بله. بسیار عالی. خب یک مدال یک مسابقه ما در هندستان در المپیک بود. بله. من اوجه تانستم در گروپ ما اول شدم. بله. و با عریفم که بود منگولیا بود. خب بسیار. ما یک ده مسابقه در کشورهای خارج که منگولیا داشتم، 3 برد کرده بودم، 4 باخت برشم. بله.
دیگه دیجیا در هندستان هم امی برابر شد. امی تمام تخنیکایی که من داشتم کلش در کشورهای خارج، اما ما خود تلویزیون و خبرنگار نداشتیم کتی ما برو دیگه از وا کلش خبرنگار ها بود تلویزیون، یا امی کل مسابقات من را فیلم پوری کده بود. بعد از او برای امی عریف هم نشان داده بود که دیگه دفعه که کدید مسابقه کرد اینی تخنیکات با تصادفی در هندستان برابر شدم سر طلا و نقره بله در المپیک بله 8 و 6 من دو نمره پس شدم از پیشش، مدال نقره المپیک آسیایی سال 1992 را گرفت. بسیار عالی. باز مدال طلایی که در شوروی من گرفتم 42 کشور خارجی بود، 10 کشور هم از خود استیت شوروی. بله. باز من دانستم مدال طلا را بگیرم در حد مدال طلا. بازم یک فیلم شست پیش من دمی یک سال پیش برای من یک ایرایی کرد که یک خبرنگار روسی گپ میزنه و عکس من را دمون مسابقه انداخته میرن با قهرمان دنیای شوروی علی علیوف. بله. دمون جام علی علیوف هم من رفته بودم. بله. بعد از او مجسمه طلایی را همیجا مجمع انداختی نقصه. بله بله. اون مجسمه طلایی را من گرفتم. مجسمه طلایی را بله گرفتین شما. در بین در مسابقات مثلا فوتبال و هر چیز بعد از او یک نفر برنده تاپ میشه که در این مسابقه من مدال مجسمه طلا را گرفتم. مدا یک دو سال پیش تیم ما که رفته بود من نرفته بودم. خدا بخشه صدیق زرگر ایام در این مسابقه هم مدال طلا را گرفت هم بهترین ورزشکار شناخته شد. باز برای او یک قچه دادن. قچه طلایی را دیگه بسلا نه قچه زنده را. قچه زنده عجیب. بله قچه زنده سر باز سر شانه خود گرفتم و گرده میدان چه کردم. این در کجا بود پهلوان؟ متوجه نشدم این در کجا بود؟ در شوروی؟ در امی داغستان. در داغستان جایی که بله. قهرمان های کل شوروی وقت شوروی یکی بود. باز انتخاباتشان میشد از کل شوروی یک نفر نبرامد از هر استیتش. بازی ها مابین خود مسابقه میکرد باز یک نفر انتخاب میکرد. بله بسیار خوب. پهلوان قدر که شما زحمت کشیدین در پهلوانی چند سال از شروع تا آخر که شما برآمدین از افغانستان که پهلوانی را دیگه بسا ترک نمیکردین مجبور شدین که وطن را ترک کنین چند سال؟ چند سال شما کشتی فقط ما افغانا چی میگیم ساده و بسیط چند سال کشتیگیری میدان بودین؟ من از زمان داوود خان تا بقید. سال 90 زمان داوود خان میشه 73 نه 50 بعد از این و پیش از او زمان ظاهر خان مسابقات بین المللی هیچ وقت در کابل نبود. بله وقتی داوود خان که آمد در سپورت بسیار علاقه داشت. بله همیشه در مسابقات پهلوانی و فوتبال می آمد. بسیار خوب. بله ایت یک روز من دیدم که ما دلوج شیشته بودیم مسابقات پهلوانی خلاص شده بود دلوج بودیم کس نبود. بله داوود خان هم تو آستایی که آمد می لوج شیشت ما هیچ خبر نداشتیم. ما سیل داشتیم فوتبال کابل بی بود کابل بی بود کتی پاکستان در اینجا مسابقه که کابل بی و پاکستان مسابقه را کرد داوود خان سیل داشت یک موترک سفید کراون تویوتا داشت همیشه. بله. بادیگارد هیچ کتیش نبود بادیگارد خوش نداشت. بله. موترک خود استاد کرد آمد مسابقه را سیل کرد. وقتی که ما مسابقه را بردیم زمان اعتمادی بود. رئیس المپیک اعتمادی بود. اعتمادی در روی چمند فوتبال بود که تصادفی کابل بی پاکستان یک گل زد. بله. خیز چرکه کرد اعتمادی را خواست گفت چقدر ورزشکار در ایجاداری گفت 40 نفر فوتبالر کابل الف کابل بی 30 پالوان. بله. برای کلی 5000 رفت بده چقدر خوب.
بخششت. و نمود تشویق داوود خان بود که ورزش تا 90 سال 90 تا بود در کشور به مدال هیچ پهلوان نمی آمد. همیشه سفرهای ما هر ما یک سفر به خارج داشتیم. این همی موفقیت ما در این همی بود. چقدر خوب، چقدر باعث افتخار بود. مدا داوود خان از کس بد می بود که میگو بمی کلگی ببازین بر این پاکستان نبازین. تصادفی مسابقه ما کتمی پاکستانی در المپیک هندستان بود. بله هندستان بود، در گروه هم پاکستان بود. پاکستان هم برده میرفت، ما هم برده میرفتیم. بالاخره من کشتی خود خلاص کردم، پشت سر من پاکستان بود که هر کدام یا ببره کدی کوریا بود، هر کدامش ببره کدی من مسابقه میتر در گروه هم. بله تصادفی در نمیجا پاکستان اوگار شد، بسیار قوی پالوان بود. بله زود که معلم روسی من را خواست بیا که این مسابقه پاکستانی و کوریایی بعد از او هر کدامی ببره در گروه پت هست یا سعی کن تخنیکاش یکی چی میره. در اینجا پاکستان بسیار پیش بود، در آخر اوگار شد، مدام مسابقه خلاص شد یوگار شد. من دیدم جایش که از کجا یوگار است. وقتی که در سباق پاکستان کدیم مسابقه کرد، در جای یوگاریش که گرفتمش در 60 ثانیه خواندمش. چی عالی، 60 ثانیه خواندمش. بعد از او امو گپ داوود خان در گوشم بود. بله گفته بود بعد کل ببازین غیر به پاکستان. و پاکستان چقدر، بله پاکستان خود تا حالا باعث بدبختی ما شده. بله پهلوان، یک سوال دیگه دارم که خب شما اینقدر افتخارات را که برای وطن ما آوردین، خود دولت یا حکومت برای شما چی کار کرد، چی یک عکس العمل نشان داد، چی یک جایزه یا چی یک برای شما تحسین شما را کرد؟ بله از المپیک آسیایی آمدم یک لک افغانی مرا دادم. بله بسیار خوب پیسه بود، مدال نقره را گرفتم. بله باز اشوری مدال طلا را که گرفتم، باز یک خانه مکریان مرا دادم. اوه چقدر خوب. بخشش. بعد از او در مسابقات بین المللی داوود خان یک پیشنهاد کرد به المپیک که هر کس مدال طلا بین المللی 10,000 افغانی، نقره 7,000، برنز 5,000 افغانی. بله باز ما دیگه هر مسابقه که می رفتیم مدال طلا می آوردیم، اون پیسه ما را بدون کدام گپ المپیک ما را می داد. بله مگر نقره می آوردیم 7,000، اگر برنز می آوردیم 5,000. هیچ در اون کدام خوگری نبود که بگه باش به پیشنهاد رو ببرم و امضا کنه. ایده داوود خان امر کرده بود. دیگه آل فعلا در افغانستان خوگری است. یک ورزشکار میره در مسابقه چقدر زامت میکشه، مدال میره دیگه میره. وقت آمد باز امون روز امون رهبرا میخواید که او نام خدا و تو چک چک و دیگه و دیگه. بازه یعنی یک خانه برات میتونم مگم خوگری و باز خانه خلاص است دیگه. مدامود ساعت گپ هست و خلاص. مگم در زمان داوود خان هیچ خوگری نبود. خب تشویق بوده دیگه، خود چون خود رئیس جمهور زیاد خوش داشت ورزشه. حالا اشرف غنی نیومد که تیمو میشتم با چه قادم شریف خود. اشرف غنی ببخشین سپورت نه که اصلا خودم خوش نداره. هیچ یک آدم سعی کلش ده چیز کار نمیکنه آمده رئیس جمهور شده. به هر صورت پهلوان چیز در افغانستان یا در دنیا پهلوانایی که مورد پسند شما بود و بسیار خوب پهلوان بود در افغانستان کی بود و در خارج کی بود؟ لطف کو برای ما بگوین. در افغانستان آمد جان. آمد جان بسیار. بسیار زحمت هم سر من آمد جان کشید. او بسیار خوب. خدا ببخشید. بله. و در خارج به نظر شما کی بود؟ فضایوف. بله؟ فضایوف. فضایوف. فضایوف چی بود دیگه؟ روسی بود. ازبکستان بود. ازبکستان بود. بسیار خوب. دفعه افغانستان هم آمده. بسیار خوب. پهلوان دیگه چی گفتنی دارین که به اصطلاح ما شما از گفتار و از قلم مانده باشه شما بگوین، که ما از سوال ما مانده باشه شما لطف کنین چیزی که نگفتین برای مسئله چیزتان اخو اون کلپتان انداختم که شما مریض بودین از امریکا بلند شدین. امریکا در این مملکت بسیار با تکنولوژی و هر چیزی که سرمایه و دکترا و غیره غیره
شما در افغانستان رفتین، در ایراد خود عملیات کردین، عملیات گرده چی شد؟ خداوند شما را دوباره صحت کامل داد. شما در این باره چیز دیگه گفتنی دارین که بگوین؟ گرچه که در ابو مصاحبتان گفتین، اما میخواین که در این باره شما صحبت کنین از این دکترای افغان، دکتر جوانی که شما را عملیات کرد، راستی قابل تحسین است، یاد کنین و با شما در ایراد چی رویه کردن، رویه مردم ایراد، رویه شفاخانه و غیره و غیره، که من نمیدونم شما خودتان لطف کنین در این باره یک روشنی بندازین. من که در ایراد رفتم، بسیار مردم خوب، بسیار مردم میوانواد، در همین مردمی که در می هتل صدف بودم، همین رئیس هتل صدف، همین منیجرها، همین کاریگرها، بسیار کتیمه رویه بسیار خوب. بله. باز همین شفاخانه آقای فرید اجاز، یک دکتر بسیار لایق، بسیار پیشرفته، کتی گپ زدم، گفت تو هیچ رای نزن، پناه تا به خدا کو، ما هستم کتی. بازدم اونجا از دوستا، چند نفر دوستا برابر شد، تمامش حاضر شد که برای ما گرده بده. باز یک تصادفی، یکیش خونش کتی ما خان، گردش سالم بود، کل چیز 23 ساله بود. بله. باز من گفتم نه خیره، من ازتون هم میگرم نه، گفت من با نام خدا برای تو میدم که تو از این شفا بیافی. بله. بازم او فضل خدا، یک هفته در شفاخانه بستر بودم، کل چیزم خوب شد. باز آمدم کابل، در کابل هوا کابل خراب بود، بازم او یک شب در یک هتل بودم، باز از او حرکت کردم طرف امریکا. سوال من دیگه از شما ایست، قهرمان ملی افغانستان آقای تاج ولی، فعلا امی صحتمندیتان در چی حالت میبرین؟ بیتی دیگه خوب استم، فضل خدا با دعای خداوند. بله، بهتر شده میرین و به اصطلاح دعای مردم. بله، مردم بسیار برای من دعا کرد، من که در عملیات بودم. بله، بسیار زیاد. حالا نام که بله، حالا نام از افغانای عزیز در سراسر دنیا خواهش میکنن که به جناب آقای تاج محمد ولی، قهرمان تیم، قهرمان ملی افغانستان که در مدالای بسیار زیاد را که کسب کردن، راستی ما خود ندیدیم، ما یک دوره پالوانی کردیم که یک نفر در افغانستان 12 مدال طلا و 13 مدال نقره برد. این بسیار یک حرف، یک گفت بسیار زیاد کلان است. فلحاظا افغانای عزیز و گرامی، در نماز و عبادت که در ماه رمضان میکنین، لطف کنین به آقای پهلوان تاج محمد خان ولی دعا کنین که خداوند همون صحتش کاملا دیگه بهتر بسازه. پهلوان دیگه ببینیم، اگر یک بینندای عزیز کدام سوال اگه داره از شما، ببینیم چیز در خط بیاریم که اینا چی میگن، شما باشین. فهمیدی؟ یک سوال دوام در ذهن ما اومد. بله. همین سابق ما نی خبرنگار داشتیم، نی کدام تلویزیون بود و نی کدام یه چیز جورنالیست نبود. بله. ما مدال که می آوردیم، ما دو بار از عراق جام عراق آوردیم. واه واه چقدر خوب. از جام ما را از افغانستان، در 10 سال جام ما را، یعنی تیمایی که 20 تیم 15 تیم که در افغانستان می آمد تا ترین. بله. ما. مگر ما اجازه ندادیم که جام آمدجان یا جام 26 سرطان از پیش ما کس ببرد. واه واه در عراق من خودم اوجه نبودم، بچه تیم ما رفت، 8 طلا 2 نقره 2 دفعه آوردن جام از عراق در افغانستان آوردن. آره. بله. و در جنوب آسیا ما یک دفعه رفتیم. بله. برای مسابقات ما را سر ما با نگرفتن، دقیقا تیم ما قوی بود که در اوجا که رفتیم تیما را سعی کردیم بوتان و سریلانکا و ای بله. بنگلدش و یا بله. چیز نبود پیش ما، چقدر خوب از این باید که شما در اینجا پسان آمدین و حیاتتان آمد، در اینمی ما را با نگرفت. افغانا این کشورهای بله. این کشورها مثلا بوتان، سریلانکا، هندستان، پاکستان، یا ما بسیار عادی کتی ها مسابقه میکردیم،
سخت‌ترین پهلوانای ما در دنیا کی بود؟ شوروی، منگول، بلغاریا. ما امریکا را در چکسلواکی در ظرف ام قهرمان امریکا را در چکسلواکی در ظرف یک دقیقه مخوان بود. چه باعث دیگه این مسابقه هم نکرد. بله بله، ما تمام کشورها میخواد که بیا، مگر ما وطن خود را دوست داشتم، هیچ وقت ما به هیچ کشور خود را تشکیب نکرد. آفرین بالاخره در مواقف دیگه من مجبور شدم و از خراب شد، جنگ ها شروع شد، ما با بسیار مشکل وطن را ترک کردم. یک مدد کم در هندوستان بود و با اسنادهای خود به سفارت امریکا رفتم. اونجا گفت تو میری به حساب تا قاضی کردی، تو گب نزنه تو رفتن نمیکنی. باز اونجا رفیقایم زیاد بود، گفتم من صبح رایت کنم امریکا. باز همون رفیقایم وایس طبخی، بله، باز مرا بمبئی رفتیم، از بمبئی آمدیم کنار نیویورک. بسیار عالی. بسیار پهلوان، شما باشین که یک نفر دمی باشین که یک نفر نمیفهم چی اوه رفت و تالان و نها. خب بیندای عزیز و گرامی، پهلوان ملی افغانستان، قهرمان روی خط است. اگر شما کدام سوال دارین راجع به پهلوانی که برای شما جواب بده، در غیر آن دیگه پهلوان زحمت نمیتیم، ازش خداحافظی میکنیم. یک دو سه تلفن آمد قطع شد. خب به هر صورت گفتنی آخر شما چیست جناب قهرمان ملی افغانستان؟ نمی گفتنی ماست که نمی آرامی افغانستان کار داریم، دیگه این چیز کار نداریم. خداوند افغانستان آرام بسازه، بله، از این درد و مرض گم کنه که ما وطن ما آرام شوه، ما به طرف وطن بریم دیگه. بسیار خوب. خب یک چند لحظه دارم که شما باشین که راجع امی عکسایی را که ما انداختیم صحبت کنیم. عکس قهرمان تیم ملی را که خودشان گفتن قهرمان ملی افغانستان که امو مجسمه طلایی را گرفتک، و اخبارم دیدین که نوشته بود 12 مدال طلا و 13 نقره و غیره، و در ضمن بعض عکسای دیگر انداختیم از دوران پیشتر از قهرمان که عکس ها مربوط می فرزن پهلوان قیوم، پهلوان بسیار خوب، بسیار ورزیده، قهرمان افغانستان که در وزن خود هیچ کس جایش نگرفته بود، و پهلوان آماجان هم که شما دیدین که بسیار پهلوان عالی، بسیار که خودم هم شخصی میشناخته میشه، نقیب الله که زلمه یاد میشه همچنان عکسش بود که نقیب الله هم یک پهلوان بسیار خوب دلیر. ما پهلوان با مثل نقیب جان روسی کم دیدیم. حال داستالیاز شاید بشنوه سخنهای ما را. مثل در هر قشتی که مسابقه میشد نقیب نام خدا مثل شیر واری حمله میکرد. هیچ وقت ما ندیدیم که بازی ها واری قشتی میکردن، یک نمره دو نمره باز خدا پس میکشیدن، اما نقیب الله زمریاله تا آخرم میجنگید. نام خدا بسیار شیمدار. در وقت قشتیش یادمه که گرفتم کت جان آقا که قهرمان افغانستان بود، در خارج هم بسیار مسابقه کرده بود، و خود هم قهرمان که جان آقا بود تعجب کرده بود، میگفت که ما بسیار زیاد به این جوانی که تازه آمد همراه ما مسابقه کرد افتخار میکنم، چون باش بسیار یک مسابقه خوب کرد بدون کدام ترس، بدون کدام هیچ کدام ترس هم در دلش نبود که جان آقا بسیار زیاد خطرناک پهلوان است. اما نقیب جان، زلمه جان بسیار خوب مسابقه داد، و مسابقه های اولشان بود بسیار جوان هم بود، و دیگر ها همچنان خلیفه ابراهیم و دیگر کی بود، بعضی ها دیگر که من نامانشان یاد مرفته دانه دانه بگم، یا دستگیر وزن بسیار بلند بود، شکرشا و غیره و غیره، و استادایی که در آن دوران بود راستی قابل قدر هستند، و ما باید از بروای از اینا دعا کنیم. خلیفه میجان که بسیار زیاد شاگردای خود مثل اولادای خود باری دوست داشت، و یک شاگردش که یک روز نمی آمد دیگر می آمد بسیار ناراحت می شد که چرا نامد، و همچنان خلیفه نظام خدا بیامرز، یا فقط نمی گفت که شاگردم هستند، ما می گفت اینا اولادای هستند، فامیل هستند، و بسیار
تشویق میکردن. و من فکر کنم که امی کشتی مثل که پالوان تاج محمد ولی گفت از دوران داوود خان تا مؤخره داوود خان بسیار رونق داشت. چرا پیش از او که ما میدیدیم اقدر تشویق نمیشدن مردم در کشتی و قرار گفته تاج محمد خان ولی قهرمان ملی که چیز تشویق بسیار در وقت داوود خان بود، از خاطر که خود داوود خان سپورت خوش داشت و فلحاظ وقتی که یک کوچک یک بچه خورده که پدرش ببره که مسابقه کو در کار امرایش پشت سرش باشه، پدرش او میرسه و رئیس جمهور یا پادشاه به مین منوال است. خب بر صورت پهلوان چیز گفتنی دیگه دارین؟ نمیدونم که من صحیح صحبت کردم گفتاری که کردم یا شما چیز گفتنی دیگه دارین؟ نه دیگه من چیز گفتنی دارم. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون شما، تشکر از بینندگان تلویزیون شما. سلامت باشین، شما را به خدا میسپارم و بسیار زیاد تشکر میکنم که شما دعوت ما را قبول کردین و ویدیویتان را فرستادین و آمدین وقتتان را با ما صرف کردین و اینجا چند لحظه با ما بودین و ما با وجود شما افتخار میکنیم. آقای تاج محمد خان ولی تشکر بسیار زیاد و خدا حافظ شما. از زیاولا جان هم بسیار زیاد تشکر میکنم، زیاولا جان ز مریالی که عکس‌ها رو به ما فرستاد. خدا حافظ و سلام، شاد خورم باشین. تشکر، السلام علیکم. خب بیندای عزیز و گرامی، چون قهرمان ملی ما آقای تاج محمد خان راستی باعث افتخار ماست. شما فکر کنید امریکا یک نفر فکر کنید گلدمن مدال طلا گرفت، یک مدال طلا. اینقدر تشویق شد در امریکا که میلیونر شد. در هر مراسمی را میخواستن، در مراسم های پالوانی و مراسم های یک قسم کشتی های گچ، قراردادهای یک میلیون و دو میلیون دلاری و سه میلیون دلاری بررسی شد. یک مدال طلا گرفته بود. ولی در افغانستان صدیق خدا بیامرز طلا گرفت، هیچ کس بره. آقای تاج محمد خان ولی کنه خودشان شما دیدین، تا اخبار هم دیدین که مجله که چاپ شده بود 12 مدال طلا 13 مدال نقره گرفت. هیچ بازم خدا داوود خان رو بیامرزه که برشان پول داد، چون اقتصاد افغانستان همه قدر بود دیگه، زیاد گنجایش نداشت، بودجه نداشت و برای اینا خانه بخشید. بسیار زیاد جای خرسندی است که خدا بیامرز شهید داوود خان سپورت تا حال که من نمیدانستم تشویق میکرد و خوش داشت. خب بر صورت چیز گفتنی دیگه درباره پهلوانی نداره. مونه که عکسای دیگر هم که نشان داده، محمد جان شهید بود و باز مسابقاش بود امرای اسماعیل و و غیره و غیره و عکسای یک عکس که نفرها زیاد بود و در ضمن محمد جان بود و نقیب الله زمریالی نشسته بود و اونا را من نشان دادیم. دیگر چیزو گفتنی نداریم تو باش که بیم. سلام علیکم، روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، صحت شما خوب است؟ بفرمایید، روی خط هستین. سلام آقای نوابت. اوکی. خب به هر صورت چیز میریم پیش، میریم یک چند کلامای بسیار زیبار سر از یام که امروز یک اسپیشال ماه رمضان برای این دوست عزیز ما آقای تاج محمد ما برنامه را تخصیص دادیم، اما تلفونا در وقت عرض زدنشان آمد یا بعد حال که تمام شد آمد. فلحاظا میریم یک چند لحظه که وقت داریم با بعض کلامای بسیار زیبا و خوب حضور شما تقدیم میداریم. اینال پروین اعتصامی میگم، آقای ظاهر شیرین یا شیرین زاده برای من ایمیل فرستاد و گفت که امو شعری که هفته پیشتر از عماد خراسانی است، امو را برش
ایمیل کنم بفرستم. برش فرستادم، نمیدانم آقای ظاهر شیرین برتان رسید. اگر رسید مینان بر ما بتین که ما بدانم رسیده، اگر نرسیده دوباره برتان ایمیل کنم و ایمیل ما در پرده تلویزیون است. خب میریم حالا به یک شعر بسیار زیبای از پروین اعتصامی، برنامه را ادامه میتیم. پروین اعتصامی میگه معتصب مست را برا دید، گریبانش گرفت. چکت معتصب برا مست را برا دید، گریبانش را گرفت. چی گفت؟ مست چی گفت؟ مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم را رفتن نیست، راه هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست. گفت داروغه را گویم در مسجد بخواب. گفت داروغه را گویم در مسجد بخواب. به متصب به آدم مست میگه دیگه. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. متصب چی میگه به این مست؟ میگه گفت دینار بده پنهان و خود را وارهان. گفت دینار بده پنهان و خود را وارهان. مست چی میگه؟ گفت کار شر کار درهم و دینار نیست. گفت از بر غرامت جامت بیرون کنم. گفت پوسیده است جز نقش زپود و تار نیست. گفت آگاه نیستی که سر در افتادن گفت آگاه نیستی که سر در افتادت کلا. گفت آگاه نیستی که سر در افتادت کلا. گفت در سر عقل باید، بی کلایی آر نیست. گفت می باید گفت، همی متصب میگه با آدم مست، گفت می بسیار خوردی زانچنین بی خود شدی. گفت می بسیار خوردی زانچنین بی خود شدی. گفت ای بیوده، گفت ای بیوده گو، عرف کم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مرد مست را. گفت باید حد زند هوشیار مرد مست را. گفت هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه این سخن پروین اعتصامی است. خب میریم ادامه میتیم. باز کلام ها را یک گفتاره که بسیار زیباست که حضور شما تقدیم میدارم. میگه خانه پدر و مادر، خانه پدر و مادر. بعد از خانه خدا تنها خانه است که روز ده بار میتوانی بروی بدون دعوت. بعد از خانه خدا خانه پدر و مادر است که بدون کدام دعوت کردن میگه بری. و هر بار صاحب خانه
از دیدنت خوشحال و خوشحالتر می شود. خانه ای که برای رفتن نیاز به دعوت ندارد، خانه پدر و مادر. خانه ای که حتی خودت می توانی کلید بیاندازی و وارد شوی. خانه ای که همیشه چشمان میربان به در دوخته تا تو را ببیند. خانه ای که یادآور آرامش کودکانه توست. خب یک داستانه که بسیار جالب داشتیم که حضور شما تقدیم نماییم، خارج از چی نیست، از استفاده نیست. خب به هر صورت میریم اینجا پیش از اینکه داستان خود بگویم، یک کلام بسیار، گفتار بسیار زیباست راجع به بهلول. بهلول که شما میدانین به گفته در کتاب ها آمده که بهلول برادر هارون رشید بود، اما مجذوب بود، برش دیوانه میگفتن، اما کلامایش بسیار کلامای عارفانه به جا مونده. به بهلول گفتن میخوای قاضی شوی؟ به بهلول گفتن میخوای قاضی شوی؟ گفت نه. پرسیدن چرا؟ گفت نمیخوام، نادان بین دو دانا باشم. برش گفتن قاضی میخوای چه؟ گفت نه نمیخوام. چرا نمیخوای؟ گفت نمیخوام نادان بین دو دانا باشم. شاکی و متهم هر دو اصل ماجرا را میدانند. شاکی و متهم هر دو اصل ماجرا را میدانند و من ساده باید حقیقت را عدس بزنم. عجب چیز گفته بهلول. خب میگن که در زمان حضرت موسی علیه السلام، زمان حضرت موسی علیه السلام میگه یک چی بود، یک زن و شوهر بود، اینا بسیار زیاد دستشان بند بود، دست تنگ بودن و دل تنگ بودن و اما چیزی که فکر میکنیم فقر و بیچارگی از اینها سالهای سالها دوام داشت، در فقر و بیچارگی اینا میزیستن. خب موسی علیه السلام کلیم پروردگار بود، عرض مردم هم میبرد، خداوند غفور و رحیم و شنواست، خودش میشنوه، اما خداوند با درگاهش باید دعا کنی که تو را بتاد، اگه وای نمیشه باید خدایا بگو این کار را دعا کن، عذر زاری کن، نماز بخوان. اما موسی علیه السلام کلیمش بود. اینا آنقدر بدبخت بودن هر دو تا زن و شوهر که بسیار دستشان تنگ و سالها زندگی را به فقر و بیچارگی سپری کردن. یک روز خانمش از شوهرش که زیادتر باهوش و بفکر بود، گفت که به شوهر خود گفت چرا نمیری پیش حضرت موسی که به پروردگار صحبت کنه، دعا کنه که ما همین زندگی ما درست شوه. خلاصه شوهر گفت تو راست میگی خانم، میرم پیش حضرت موسی. این رفت پیش حضرت موسی، این شوهر، شوهر این زن، این مرد عرض کرد که یا موسی، عرض مرا به پروردگار کو، گفت ما سال هاست که بیچاره هستیم، مسکین هستیم، وضع خراب، ما الان نه نانمی فعلا غذا داریم، نه شب غذا داریم، من زندگی ما با بسیار مشکلات سپری میشه، با حضور پروردگارمی امیر دعا کن که از پروردگار خواهش کن که زندگی ما را درست کنم. موسی علیه السلام گفت میرم عرض شما را میگم. موسی علیه السلام رفت به کوی طور و عرض امی فامیل دو نفره را که بسیار بیچاره بودن به حضور پروردگار تقدیم کرد. خداوند میگه به موسی گفت که یا موسی برو به دو تا بندای مرا سلام بگو، بگو که من شما را بسیار زیاد غنی می سازم، خیلی پولدار، اما یک سال بعد از یک سال شما به حالت اولی بر می گردین. خب موسی علیه السلام تمام عرفا رو به پروردگار گفت و شنید و
دوباره آمد بر ازیا گفت که پروردگار عالم با شما سلام میگه و گفت که شما را پول زیاد میتون، شما را پول زیاد میتون و شما فقط ظرف یک سال، یک سال بسیار پول دار هستین، اما کار باز از یک سال شما را به حالت اولی بر میگردانم. موسی علیه السلام یه حرفه بر اینا زد. خب تمام شد، اینا شروع کردن و پول دار شدن و پروردگار از هر طرف بر از اینا پول داد. و اینا یک چند وقت که تیر شد و 3-4-5-6 ماه تیر شد، همین زن اشار بود به شوهر خود، گفت که ببین یادت رفت که این پولی که پروردگار بر ما داده، اون با موسی گفت که این تا یک سال است و بعد از یک سال ما دوباره به حالت اولی خود بر میگردیم. گفت چی کنیم؟ شوهرش گفت، خانم گفت هیچ کاری نمیکنیم. من میدونم چی کنیم. گفت چی میکنی؟ گفت ولی پولا را که خدا از ما بگیره، پروردگار لازم نداره پوله، این پولایی را که برای ما داده و از هر طرف آمده. گفت یک کار دیگه میکنیم. گفت چی میکنی؟ گفت بیا به نام خدایی را کلش خیرات میکنیم و خرچ میکنیم، همی کار را میکنیم، دوباره اگر فقیر هم شدیم اقلا یک کار کردیم. موسی علیه السلام اینا را تمام مسائل های اینا را زیر نظر داشت و نگاه میکرد که چی اینا چی زندگی دارن و چی میکنن. خلاصه اینا چی کردن؟ پول ها را گرفتن، یک منزل بسیار، یک کاروانسرای آباد کردن و نوشتن که هر مسافری که میاد اینجا بدون پول و بدون همه چیز غذا میخوره و غذا با خود میبره و تحفه میگیره و هر چیز و غیره و غیره. این کار اینا کردن و اینا صدقه دادن میرفتن و بسیار هر طرف صدقه بتی و به نام خدا. این پولا تمام نمیشد چون پروردگار دیگه چیزی که پروردگار به کسی یک چیز بده کم نمیشه. فلهذا اینا آنقدر مشغول بودن و مشغول بودن که هیچ فکر نکردن که اینا یک سال بعد اینا چی میشه، پول خلاص میشه. خلاصه موسی علیه السلام از این راز آگاه شد و رفت پیش خداوند که ولی که یک سال هم تیر شد، سال دوم است، اینا هنوز هم تو غنیستن. خداوند بهش گفت یا موسی، گفت اینا یک در سرشان بسته شد، گفت اینا 6 در دیگر باز کردن. گفت اینا آنقدر در راه ما و در راه مسکینا و بیچارا پول خرج کردن که گفت یا موسی ما خجالت کشیدم که خداستم که به این روزی اینا را کل چیز سر از یا قطع کنم. فلهذا برنامه ما اینجا به پایان رسید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تلویزیون پیام افغان، لس آنجلس، سان فرناندو ولی، از فرزاد عزیز تشکر میکنم که در این برنامه یک ساعت مرا همراهی و همکاری کرده. شما را به خدا میسپارم. روزه و نمازهای شما قبول. امیدوارم که این برنامه ما مورد پسندتان باشد. شاید هم فردا همی برنامه از خاطر پهلوان تاج محمد انشالله در یوتیوب میگذاریم و شما کسایی که نگاه نکردن آنجا نگاه کنن. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.